ناپدید شدن پرواز 370 مالزی 8 مارس 2014. هواپیمایی که از مبدأ کوالالامپور در تاریخ 8 مارس 2014 به مقصد پکن حرکت کرده بود، ناگهان تغییر مسیر داد و تماس آن با رادار قطع شد. هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی مالزی حالا ناپدید شده بود. سردرگمی و وحشت سراسر کشور را گرفت. چه کسی فکر میکرد یک هواپیمای بوئینگ با آن عظمت و بزرگی مانند لباسی در کمد گم شود و هیچ وقت سرنوشت آن مشخص نشود؟ بعد از تغییر مسیر هواپیما، عملیاتی بین المللی برای پیدا شدن آن شکل گرفت. به گفته نیویورک تایمز، بزرگترین عملیات جستجو در تاریخ صورت پذیرفت از خلیج تایلند تا اقیانوس هند. با گذشت زمان، مردم ناامید و غمگین حدس می‌زدند که تمام مسافران به همراه خدمه سقوط کرده و جان خود را از دست دادند. اما عملیات جستجو ادامه داشت. سرنخ‌های متفاوتی توسط مراکز مختلف بین‌المللی پیدا می‌شد. در همان روز توسط سازمان دیگر رد می‌شد. جستجو در خانه خلبان، پیدا کردن بالای یک هواپیما و لاشه هواپیماهای دیگر هم باعث نشد که این معما حل شود. تا اینکه نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که شاید جبه سیاه هواپیما که به تازگی سرنخ‌هایی از آن پیدا کرده بودند، بتواند اطلاعات جدیدی در ارتباط با سقوط هواپیما به آنها بدهد. امیدها برگشت. بالاخره پیدا می‌شد. جستجو وارد مرحله جدیدی شد. با آخرین جستجوها در آب‌های جزیره رئونیون فرانسه، مقامات چین، مالزی و استرالیا در بیانیه‌ای در سال 2017 اعلام کردند که با ناامیدی و دلسردی باید اعلام کنند که عملیات جستجوی هواپیمای مفقود شده پس از سالها کشمکش تعلیق شده است. آب سردی روی پیکر بازماندگان این حادثه ریخته شد و سوال‌هایی که هیچ وقت پاسخی نگرفتند. تئوری‌های مختلفی مطرح شد. هواپیما ربوده شده است؟ در آتش سوخته است؟ آیا در دریا غرق شده است؟ یا با کوهی برخورد کرده؟ یا حتی خلبان در هواپیما خودکشی کرده؟ هیچ کس نمی دانست. تنها یک سرنخ وجود داشت. یک جمله مبهم و مشکوک از خلبان. او در آخرین لحظات قبل از ناپدید شدن هواپیما به آرامی در بیسیم خود گفته بود: شب بخیر مالزیان 370.